که فاجعه از کجا ناشی میشه، مسئول اساسی فاجعه در نیروهای هوایی افغانستان کی است؟ کسان شما... که اول تصمیم گرفتن. کی ها تصمیم گرفتن؟ شخص وزیر دفاع؟ نه، پیش از وزیر دفاع کسی که نادیده گرفتن قوای هوایی افغانستان. ما مثلا پانتون از بین بودیم، پانتون از بین بود. از اکادمی نظامی ملی سوانا 40 تا 50 مسئله که فارغ میشه از پیچارم میتو به قوای هوایی بایس پیوت. و حالی ما داریم این دانشگاه مشخصا در کدام زمان از بین رفت؟ این دانشگاه بعد از جسیبون، بعد از جسیبون از بین رفت، تقریبا بعد از جسیبون رفت. در او زمان کی سمت وزارت داشت خانم بارکزای؟ شما سرشور دادین به گونه ازی که وزیر دفاع افغانستان جنرال مارشال سفهیم بودن. اما اینجا گپ، خب اگر در بعد از جلسه بن از بین رفت و شیرازه های اساسی دولت بهش توجه صورت نگرفت، ما یک سفر 10 ساله را داشتیم. بالاخره در جریان این 10 سال حداقل ما خواسته های خود را باید لست کرده می دادیم. اما امروز برخلاف چیزی که در اختیارم داشتیم، کارم بود، فعالم بود، غیر فعال ساختیمش. و ما فکر میکنم در این بخش همه ما به شکل مساویش، من که هیچ نوع مسئولیت هم نداشتم وقت، خودم مسئول احساس میکنم. امروز که افغانستان باید بر دفاع از تمامیت ارضی خود، برای امروز که افغانستان باید نیروهای داخلیش خودش امنیت خود تامین کنه، امروز افغانستان که باید و باید با پای خود بیسته، هنوز هم میبینیم که ما چقدر زمینگیر هستیم و هیچ کار نشده. صحیح است تعمیر جور کردن، اما این تعمیر هم تا جنراتورش تیل نداشته باشه ما نمیتونیم استفاده کنیم. صحیح است که اینا به سوی ناتو به اصطلاح خودشان سلاح و مهمات بر نیروهای امنیتی افغانستان تا حدی را میخواهند که اینا را آراسته بسازند به مو نظامی، اما ما نمیتونیم چون قابل ترمیم نیست. وقتی که سرباز کار میگیره و ختم میشه، باز دوباره باید یک تفنگ نو به دستش داده شوه و این قابل قبول نیست. دیروز ما به سفر بودم، میدیدم قطعاتی که یک 2-3 لوا بود که اونا آمادگی رفتن به عملیات داشتن، یک بخشش کنر میرفت و چند دیگه‌ش هم به طرف ولایت کندوز روان بودن. وقتی که پرسان کردیم اتامو واسکتای رکینا میپوشن قیدش کار نمیته در بسیاری وقت، و فکر کنین اون سرباز گفت بر ما بسیار مشکل است، اینا مشکل بود دارن، حتی مو شکل و قواره و قیافه لباس نظامی افغانستان تبدیل شده. یعنی وقتی که به گپای کوچک میبینید که یک سرباز مشکل بوتش حل نمیشه و به یک کوالیتی خوب برش داده نمیشه و واسکتی را که میپوشه قیدش کار نمیته، این مسائل کلانه که تانک است و توپ است و تیار است، این خوب بیخی دیگه باید مشکل باشه. سپاس. جناب جنرال، در سال 1383 رسمن دانشگاه از بین رفته بود. حالا اگر از این بحث بگذاریم، شما چه مدت میشه که این سمت گرفتین و چه کارهایی کردین برای ازی که افغانستان دارای یک نیروی هوایی شوه؟ هنوز بالای از بین رفتن دانشگاه اعتراض نکردین؟ هنوز ای که دولت افغانستان نیروی هوایی حربی در دست نداره اعتراض نکردین؟ استعفا پیش نکردین و سکوت داره؟ ما مدت 7 ماه میشه که رئیس قماندان قوای هوایی افغانستان است. مدت 7 ماه میشه. پیش از او من 2 سال رئیس ارکان قوای هوایی بودم و پیش از او من قماندان قوای هوایی کابل که به نام کابل است. ما پیشنهاد کردیم، لیکن سوانه برای ما از 40 تا 50 معصبی که از سنف 4 فارغ میشن به حیث پیلوت برای ما داده میشن. تنها در بخش تحصیل نه، بلکه در بخش تجهیزات، در بخش تیاره ها. تجهیزات ما پالیسی را تا 2016 جور کردیم. تا 2016 که ما چقدر تیارات ترانسپور، چقدر تیارات هلیکوپتر و چقدر تیارات حمایه خفیفه و چقدر تیارات تعلیمی باید داشته باشیم، در کدام میدان به اندازه چقدر، به می تیارات ما چقدر باید پیلوت تعلیم و تربیت در داخل کنیم و در خارج. این تمام پالیسی جور است. لیکن قوای هوایی، قوای هوایی پکتان باشه، قوای هوایی با ترانسپورت و هلیکوپتر ختم نمیشه. قوای هوایی از 2 بخش تشکیل شده. اساسیش سیستم دفاعی است. او بسیار مغلق و پیچیده و با ارزش است. سیستم دفاعی و قوای هوایی با 1 سال و 2 سال
به 3 سال به 4 سال نمیشه که آدم آماده کنه. در این سیستم دفاعی چه کاری صورت گرفته؟ در سیستم دفاعی در 10 سال گذشته سیستم دفاعی ما تا بعد هیچ کاری نکردیم. دلیلش چی بوده؟ به خاطر ازی که او پر مصرف ترین سیستم است. پیسه زیاد بکار داره. سیستم دفاعی از 3 قوه تشکیل شده: قوه راکت و دافع هوا، قوه رادار و قوه جیت، طیارهای جیت و جیت بمبار و سیستم سوق اداره سیار هوایی. پس ای بعد از این وقت بکار است، بعد از این پیسی زیاد بکار است. جامعه جهانی با تو با این سیستم کمک نمیکنه. با سیستم ترانسپورت دلیل جامعه جهانی چی است مشخصا که کمک نمیکنه؟ جامعه جهانی با ما در ترانسپورت تا گفته کمک میکنه. و همین پاریش ترانسپورت. چرا شما پیشنهاد طیارای از این بخش های دیگه که کردین، مثلا قوای دفاعی و تمام بخش های دفاعی را کردین به جامعه جهانی؟ ما اولین چیزی که در قوای هوایی ساخته میشه است، اولین هلیکوپتر و ترانسپورت است که ما با پای استاد کنیم، این را تکمیل کنیم، این را تقویه کنیم، این را قوی بسازیم. بعد از او دوم مرحلهش سیستم دفاعی است. ولی 2014 و گرفتن مسئولیت نزدیک است. در 2014 شما صحبت از 2016 کردین. اگر قرار باشه در 2014 انتقال مسئولیت صورت بگیره و فضای افغانستان هم مسئولیتش به شخص شما داده شود، آیا میتونین فضای افغانستان تا 2014 ما به 130 بار تیارات میرسیم، ترانسپورت و هلیکوپتر، لیکن سیستم دفاعی فکر بانشه که سیستم دفاعی تا 2016 نیست. ما باید این فکر شویم که چی وقت ما سر پالیسی سیستم دفاعی و سر آغازش چی وقت ما شروع کنیم. ولی شما گفتین که پالیسی سیستم دفاعی آماده است و ما به خارجی ها پیشنهاد کردیم این موضوع. سیستم دفاعی بعد از اینکه ما یک بخش قوای هوایی ترانسپورت را گفته و به پای استاد کنیم، جور کنیم، آماده کنیم، بعد از او به سیستم دفاعی ما شروع میکنیم. ما اینمی را اکمال نکردیم، ترانسپورت را گفته را، تایرات تعلیمی را، تایرات خفیفه انتقالی و تیارات تکتیکی و که تا 2016 پالیسی از این جور شد، نه از سیستم دفاعی. سپاس. سیستم دفاعی مشکل است. سپاس. یعنی شما اعتماد ندارین که تا سال 2016 هم سیستم دفاعی افغانستان سر پای خود استاد شد؟ نه.